چنل یوتیوب من خوش اومدید. تو این ویدیو قراره بهتون بگم که چجوری تونستم با کار ناخون در ماه به درآمد 300 تا 500 میلیون تومان برسم. ویدیو قرار از روز اولی که شروع به کار کردم و اصلا از کجا شروع شد، چی کار کردم، از همشون بهتون بگم و ماه به ماه با هم دیگه پیش بریم. من به چند دلیل قرار این ویدیو رو ضبط کنم. دلیل اولش اینه که یه روزی یکی از هنرجوهام به هم گفتش که من پدر مادرم، یعنی فقط مادرم میدونه و پدرم در مورد کارم نمیدونه که من کارمند هستم و خیلی خوب نمیدونست که من وارد کار ناخون بشم. این یکی از دلایلی بود که من خواستم این ویدیو رو ضبط کنم. دلیل بعدی این که خیلیاتون از من میپرسیدید چه جوری میشه با کار ناخون پیشرفت کرد و اصلا از کجا باید شروع کنیم. خیلی‌ها واقعا فرضشون بر اینه که نمیشه با کار ناخون چنین درآمدی رو داشت و اصلا چه کار ناخون چه هر کار دیگه‌ای که در زمینه بیوتی شما بخواید شروع کنید باید همین کارهایی که من انجام دادم رو انجام بدید و کسی که تونسته یه مسیری رو طی کنه مطمئنا میتونه خیلی بهتر راهنماییتون کنه تا کسی که این مسیر رو طی نکرده و فقط بیا در مورد این موضوع و در مورد کسب و کار باهاتون صحبت کنه. من موقعی که 17 سالم بود، یعنی دقیقا سال 2015، خیلی اتفاقی توی تابستون بودش، دقیقا فکر کنم اگر اشتباه نکنم تیر ماه بودش و رفته بودم توی یه سالونی به عنوان مدل عروس باشم اونجا که میکاپ کنم و عکاسی و اینا، یعنی کاری که تو تابستون انجام میدادم این مدلی بود. وقتی که رفتم مادرم دوست داشت که منو با اون میکاپ اون آرایشگر ببینه، به هم زنگ زد که من میخوام بیام سالن و اینا. گفتم اوکی. بعد که اومد خیلی اتفاقی داشتیم صحبت میکردیم و مامانم داشت میگفت که منم خیلی دوست دارم که مانا مثلا یه کار بیوتی رو یاد بگیره و اینا. همونجا شد که خود اون صاحب سالن بهم گفت من کار ناخون بلدم، اگر دوست داری حالا یا میکاپ رو انتخاب کن یا میخوای بیا بهت میکاپ آموزش بدم یا میتونی بیای ناخونم یاد بگیری، ناخونم خیلی خوبه، منم ناخون کار میخوام و از این حرفا. و اون موقع خب نبود که کسی لاین تخصصی، یعنی یه آرایشگر بود و هم مثلا کار ناخون انجام میداد هم کار میکاپ، همه کارها رو همون یک نفر و صاحب سالن انجام میداد و خیلی کارها حالت پرسونلی و تخصصی نبود. که گفتم اوکی، اگه منم تابستونه و کاری ندارم و باشه میام. که بهم گفت، دقیقاً یادمه، رفتم گفت یه سری لیست برات می‌نویسم، برو این لیست رو تهیه کن، از فردا صبحم بیا سر کلاس، 10 جلسه کلاسته. منم رفتم همون روز همه وسیله رو خریدم و فکر میکنم اون وسیله ها یه چیز حدود نزدیک 1.5 میلیون یا تا 2 میلیون تومن شد. و این رو هم بگم که این 2 میلیون پایه رو من اون موقع یادم، یعنی دوست مادرم بود و حتی نه اینکه به صورت نقد بخوام بخرم نبود، کامل وسیله رو خریدم و هزینه آموزشم هم 300,000 تومان شد و یعنی در مجموع یه چیز با هزینه آموزشم و اینا شد 2 میلیون تومان و حتی دستگاه سوهان بردومم هم به صورت نقد واقعا نخریدم تون تایم. و از فردا صبح رفتم سر کلاس. موقعی که رفتم سر کلاس اون موقع ها قیمت مثلا اگر کاشت 50,000 تومان بود، شاید مثلا ترمیم 15,000 تومان یا 20,000 تومان بود، یعنی قیمت کاشت تو این رنج بود. موقعی که من رفتم از فرداش تا 5 روزش رو رفتم، یعنی هر روز یه مدل کاشت انجام میدادم، یعنی با همین در شروع کارم یه مدل کاشت انجام میدادم و بعد از 5 روز گفتم من دیگه نمیام، یعنی اینقدر خسته شده بودم از این کار که گفتم نه من دیگه نمیتونم. موندم خونه و اون زمان به دوستام گفتم که با من رفتم کار ناخون رو یاد گرفتی که کلاس ناخون رفتم و چند تا دوستام بهم گفتن که ما بیایم، یعنی دوستام، یعنی نه هیچ کس دیگه ای، و اومدم من براشون کاشت انجام دادم. و البته اینم بگم که من دقیقا یادم اولین کاشتی که، یعنی توی کلاس نبودم و مربی مالاسم نبود، توی خونه انجام دادم، حدودا 2 روز
طول کشید، یعنی یه دستشو یه روز انجام دادم صبح تا شب و یه دستشم فرداش صبح تا شب انجام دادم، یعنی نتونستم حتی دو تا دست کاملشو تو یه روز انجام بدم. اون موقع یعنی دقیقا میشه حدودا 8 سال پیش، موقعی که این کاشتار رو بسید دوستام انجام میدادم، مثلا اینکه جای دیگه ترمیمش 15,000 تومن بود و کاشتاشون 50,000 تومن، مثلا من کاشت رو ازشون 20,000 تومن میگرفتم، 25,000 تومن میگرفتم، یعنی دقیقا نصف جای دیگه. البته که اینم نمیخواستم بگیرم، حالا بچه ها مثلا به میگفتن به عنوان هزینه مواد یا حالا هر چیز دیگه ای. یعنی اینطوری نبود که من از اولش مشتری از بیرون داشته باشم، یا فقط دوستام در حد این که مثلا شاید در طول ماه 5 تا دونه 5 تا کار، یعنی اون یه چیز حدود درآمد 160,000 تومن 170,000 تومن در طول ماه بوده. و موقعی که من این کار رو کردم همینطور گذشت و حدودا فکر میکنم یه 6 ماه تو همین روال این که ماهی 100 و خورده، یعنی ماهی 5 تا کاش، ماهی 5 تا ترمیم در مجموع، حالا مثلا در مجموع یعنی 5 تا مشتری در طول ماه. بعد از 6 ماه، البته خب من این هزینه هام رو سعی کردم یه مقدار تو این 6 ماه پول سیف کنم، و بعد از 6 ماه یادم یه کلاسی بود توی تهران و من تبلیغاتش رو دیده بودم، دقیقا یادم نیست به اسم مثلث طلایی، یه چیزی که برای همه آرایشگرا بود، یادم اون موقع خیلی مد بودش این موضوع. بعد زنگ زدم پرسیدم و دیدم که هزینه یک روز کلاسش رو دقیقا یادم اون موقع بود 600,000 یا 500,000 تومن یا 600,000 تومن دقیقا، آره همین حدود. و این که باید میومدم تهران، یعنی یک روز تهران میموندم و برمیگشتم. این که من این رو هم بگم که من خودم لاهیجانی هستم و کلن اون تایم هم لاهیجان زندگی میکردم، یعنی یه شهر خیلی کوچیک، فکر نکنید که از اولش تهران بودم. و اینطوری شد که تصمیم گرفتم که اون کلاس رو ثبت نام کنم. فکر میکنم یعنی 2/3 هزینه کلاس رو هم خودم جمع کرده بودم، چون خیلی ها این موضوعاتو میگم، چون خیلی ها به من میگن که ما کسی رو نداریم که بهمون پول بده و بیایم کلاس. نه اصلا این مدلی نیست، شاید برای شروع مقدار هزینه از پس اندازاتون یا هر چیزی باید بگذارید، ولی تمام کلاسایی که رفتم رو خودم هزینه‌اش رو دادم و اصلا این مدلی نبود که هزینه‌اش رو از کسی بگیرم. اصلا همچین موضوعی کلا توی کارم نداشتم. من اون کلاس رو ثبت نام کردم و یک روزه، یعنی دقیقاً یادمه که با پدر مادرم اومدم صبح تهران، از حرکت کردم، تایم کلاس رو موندم و پدر مادرم منتظرم پای موندن، کلاسم تموم شد، باشون دوباره برگشتم لاهیجان. یعنی نه اینکه حالا هتل و اینا هم نگرفتم که هزینه نداشتم، چون کلاس یه روزه بود. این مدلی اولین کلاسم رو، یعنی یه کلاسی که بعد از اون تایمی که یاد گرفته بودم و یه کلاس آپدیت رفتم. بعد از اون کلاس، حالا نمونه کارا رو حتما عکساشو میذارم تو ویدیو و میبینید که نمونه کارم دقیقا این مدلی شدش. بعد از اون تونستم، بعد از یعنی 6 ماه که گذشت، تونستم حالا مشتریامو مثلا از 5 تا شاید به 10 تا 15 تا در طول ماه میرسید. و حالا عکسامو تو اینستاگرام پست میکردم، همین عکسای که داشتم کارای در همون موقعمو، و اینطوری بودش که تونستم یه مقدار حالا از پیج اینستاگرام، از جاهای دیگه، از دوست دوستا، این مدلی تونستم به 10-15 تا کاش در طول ماه واقعا برسم. و اینطوری مثلا دیگه حالا اونجوری نبود که یه کاش رو مثلا 20,000 تومن بگیرم، دیگه حالا کاشتم به همون 40-50 تومنی که بقیه هزینش رو میگرفتن، یعنی به عرف کاش رسید، چون دیگه حالا مشتریام دیگه غیب طور بودن و 6-7 ماه بود کار میکردم. و اینطوری شد که مثلا به 10-15 تا کاشت و مامای مثلا هر یه کاشت رو تعمیم مثلا بودن 30 تا 40 تومن مثلا میانگین بخوایم بزنیم بریم تعمیم و کاشت میشد. اینجوری تونستم به ماهی 500,000 تومن درآمد برسم. و اینجا بودش که باز حدوداً فکر میکنم یه 7-8 ماهی گذشت، و تو این 7-8 ماهی که داشتم بعد از اون، یعنی کلن تا الان 1 سال و 2-3 ماه شاید کار میکردم، اونجایی که خرید انجام میدادم، این همیشه متریال مواد ناخونو ازش میخریدم،
یه روز که رفتم وسیله بخرم و اینو بهتون بگم که اوایل کارم اصلا اینجوری نبود که وسایل مواد زیاد بخرم، اینقدر هر روز میرفتم تو اون فروشگاه و وسیله میخریدم، چون مثلا پودر و لیکویدم رو دقیقا یادمه به اندازه مثلا 5 تا کاش میخریدم، یا مثلا نه اینکه بخوام کامل، دقیقا یادمه که لیکویدم رو که میلی میخریدم، یعنی تو این نبود که هزینه داشته باشم و بخوام کامل لیتری بخوام بخرم، همه رو کم کم خرید میکردم و چون اینقدر زیاد میدیگه شده بود میرفتم و اینا، یعنی قشنگ اون فروشنده منو میشناخت. بعد به هم یه پیشنهادی داد، به هم گفتش که یه کلاسی هست، یعنی ایشون خبر داشتن از یه محصولاتی بود توی دبی قرار بود برگزار بشه و به هم این پیشنهاد رو داد، گفت میتونستی یه کلاسی هستش که توی دبی قرار برگزار بشه و کلاس مدرسیه، مدرک میگیری، نمیدونم، موقع منم اولین بار بود که واقعا این چیزا رو میشنیدم. بعد گفتم اوکی خبر میدم، اومدم و هزینه ها رو پرسیدم و همه شو دونستم و این اون مدل کلاسی که بخواستم ثبت نام کنم، یعنی برای اولین بار، حتی یادمه این مدلی بود که باید بسر کلاس تمام مواد ناخون رو میخریدی، یعنی تمام محصولات رو باید از اون برند کامل یک پکیج کامل میخریدی که یادمه اون موقع یه چیز بوده مثلا 2 میلیون خوردهی میشد اون وسیله ها. بعد هم هزینه کلاس هم بود، هم هزینه سفر هم بود و همه چی با هم. دقیقا یادمه که اون تایم من یک مقدار حتی پول قرض کردم و حتی دیگه به جایی رسیده بود که از اون فروشنده که باید ماده مثلا اون محصول ناخونی که داشتم میرفتم کلاسش رو باید میخریدم نداشتم و دیگه لحظه آخر بهش گفتم خب بس من دیگه نمیتونم بیام. گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه این محصولات رو به من از اولش نگفته بودین و من اصلا 2-3 تومن برای الان بخوام این همه هزینه محصولات کامل بدم رو ندارم، حالا من همین جوری فقط به زور تونستم هزینه کلاس و سفرم رو مثلا جور کنم و اینا. به هم گفتش اشکال نداره محصولات رو من بهت میدم، حالا مشتری خودم به هم چک بده برای مثلا یادمه برای مثلا 6 7 ماه دیگه بهم پرداخت کن. بعد گفتم اینطوریه، اوکی دادم و اینجوری شد که اولین کلاسمو تونستم خارج از ایران برم. دقیقاً بگم که کل هزینه‌ام چقدر شد حالا قبل از اینکه برم روی بقیه‌اش، فکر میکنم برای اون زمان یه چیز حدود 12 تا 13 میلیون تومان هزینه‌ام شد، یعنی هزینه کلاسم، همون وسایلی که باید میخریدم 2-3 میلیون تومن اون میشد، هزینه کلاسم نمیدونم دقیقا 4-5 میلیون تومن بود، برای اون تایم خب خیلی زیاد بودش، و هزینه سفرم هم همینطور. فکر میکنم اون موقع دلار هم روی 3-4 هزار تومن بود البته، و یعنی با اون اوصاف هزینه کلاسی که میخواستم برم و 5 روزی که قرار بود دبی بمونم این مقدار شد که یادمه دقیقا کل هزینه یکی از پولی که توی اون یه سال خورده‌ای حالا در طول ماه سیف کرده بودم یه چیز حدود 3-4 میلیون تومن خودم پول داشتم از سیبیای خودم. یه قسمت طلامو داشتم و یه مقدارشو که چک دادم برای 6-7 ماه آینده، یعنی این مدلی شد که واقعا تونستم کلاس اولم رو برم، یعنی نه اینکه کسی به هم پولی داد و اینا، نه همش رو به عنوان قسطی تونستم پرداخت کنم و اینطوری اولین کلاسم رو رفتم. که بعد از این کلاس یک مقدار همه چیز تغییر کرد، یعنی خودم این پیشرفته رو میدیدم که دیگه تعداد زنگم برای نوبت کاشت و ترمیم داره زیاد میشه و همشو کامل حس میکردم و البته هنوز هم بگم اون موقع هنوز چون هنجوری نداشتم و کامل کار خدمات انجام میدادم. بعد از این کلاسی که رفتم، من قبلش اوایل شروع کارم تو خونه کار میکردم، یعنی یه میزی داشتم توی اتاقم و توی خونه کار میکردم و بعد از این کلاس احساس کردم که دیگه نمیتونم خونه کار کنم، یعنی چون تعداد رفت آمده حالا زیاد شده بود و تصمیم گرفتم که برم توی سالن کار کنم. توی سالن میز اجاره کردم، حالا عکس اولین چیزم هم به تقام پست کرده بودم، اولین برحال میزی بود که توی سالن داشتم
و اینطوری شدش که رفتم توی سالن و ماهانه میز اجاره کردم. دقیقا هم یادم اون موقع ها هزینه اجاره یک میز مثلا 250,000 تومان بود توی سالنی، خب به اندازه اون تایم. و رفتم توی سالن و دیگه از به بعد اینجوری شده بود که روزانه توی سالن میرفتم. و این رو هم بگم که من تونستم بعد از اون تایما پولایی که جمع میکنم رو، یعنی هم هزینه تونسته بودم دیگه متریالم رو کامل بخرم و اینطوری خیلی سودم مثلا بیشتر شده بود به نسبت قبل. دیگه تماما متریالم مثلا 1 لیتری لیکویدم و 1 لیتری میخریدم، پودر سایز بزرگ میخریدم. این یعنی الان که چه سودوزه تو این تایمی که هستیم نزدیک به 2 ساله که من دارم کار انجام میدم، یعنی 1 سال و 7-8 ماهه که من دارم کار انجام میدم و به این مرحله رسیدم. و اینطوری تونستم یک سری پول جمع کنم و اینا. و اینطوری دیگه چون من کلاس قبلی رو رفته بودم و حالا یه مقدار شناخته تر شده بودم، توی از فروشگاه ها و اینا هر کلاسی که میشد به من زنگ میزدن. الانم حتما شما مثلا میبینید که بهتون زنگ میزنن که فلان کلاس هست و این مدلیه. توی این تایم یه باز 5-6 ماهی که گذشت و یه مقدار تونسته بودم بیشتر پول جمع کنم، یعنی مثلا به ماهی 3 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، 3 میلیون تومان رسیده بودم، بعد شاید بیشتر بعد از 1 سال و 7-8 ماه کار کردن، یکی به هم زنگ زد و گفتش که یه کلاسی هست. درست یادم نیست که به هم زنگ زدن یا من بنری رو توی اینستاگرام دیدم، اصلا یادم نیستش. به هم زنگ زدن که یه کلاسی توی ترکیه هستش. دقیقا درست بکنم 7-8 ماه بعد از کلاس اولی که توی دبی رفته بودم، یه کلاسی توی ترکیه هستش. و من چون بازتاب کلاس قبلی رو دیده بودم که تونستم مثلا بعد از اون کلاس و پیشرفت حالا چیزی که داشتم تونستم خیلی راحت اون چکا رو مثلا پاس کنم و تونستم خیلی راحت پستامو بدم، واسه همین یه مقدار تا دوباره اینو شنیدم سعی کردم بهش بیشتر فکر کنم با اینکه تازه کلاس رفته بودم. و خب چون استانبول کلن هزینه هاش خیلی کمتر از دبی میشد و موقعی که من تونسته بودم قیمت رو با هم مقایسه کردم، گفتم خب این که قیمتش حتی کمتره و خیلی به مناسبه، واسه همین این یکی کلاس رو هم ثبت نام کردم. این رو هم بگم که باز از پس اندازه‌ای بود که کلاسم، یعنی از خودم جمع کرده بودم و کسی دیگه برای کلاس استانبول به من هیچ هزینه‌ای نداد. یادمه قشنگ تورش میشد 1 میلیون خورده‌ای اگه اشتباه نکنم تو اون موقع استانبول. اینجوری شد که من کلاس دومم رو، یعنی بعد از یه شروع حرفه‌ای 2 تا کلاس که داخل ایران داشتم، کاملا حرفه‌ای تونستم، مثلا دومین کلاس حرفه‌ای بود که رفتم استانبول. و اونجا برای اولین بار دقیقا یادمه که مثلا با پینچر آشنا شدم. من اصلا نمیدونستم چیزی به عنوان مثلا پینچ کردن ناخن وجود داره یا مثلا خیلی چیزای دیگه. سر همین کلاسی بود که دوستش داشتم و تونست خیلی به پیشرفتم کمک کنه و این شد دومین کلاسی که رفتم. و بعد از این رو هم بگم که درآمد من مثلا اگر تا قبلش 4 میلیون تومان بود، حالا مثلا به 6-7 میلیون تومان رسیدم. این از دومین کلاسم. و البته این رو هم بگم که الان که 7-8 سال از اون قضیه گذشته، من خودم الان اونجا کلاسی این هتل تاکسیم اکسپرس بود دقیقا کلاسی که رفتم و الان خودم اونجا کلاس برگزار میکنم. خب این خیلی چیز قشنگیه برای من. Merhaba arkadaşlar, İstanbul'a hoş geldiniz. Umarım iyi bir tatil, iyi bir kurs geçirdiniz. Ayrıca bizi seçtiğiniz için hepinize tek tek teşekkürlerimi sunarım. UPL firmasının İran'daki resmi temsilcisi Profesör Manapur Ali'yi sahneye davet ediyorum. بعد از
کرده بودم که آموزش رو شروع کنم. مدام استوری میذاشتم از کلاس، مثلا کلاس آموزشی. البته اینو بگم که اینطوری نبود که بار اولی که من بنر مثلا کلاس آموزشی بذارم همه زنگ بزنن و ثبت نام کنن، نه اصلا این مدلی نبود. و حدودا شاید در طول ماه مثلا 3 تا هنرجو داشتم در طول ماه، مثلا علاوه بر کار خدماتی که داشتم کاشت و ترمیم انجام میدادم، مثلا 3 تا هنرجو هم داشتم. و چون 3 تا هنرجو مثلا اون موقع هزینه آموزش من مثلا 1,000,000 تومان بود، خب یهو شده بود وقتی 3 تا هنرجو مثلا شده بود 3,000,000 تومان به درآمدم سر این قضیه هنرجو اضافه شده بود. مثلا اگه 4-5,000,000 تومان 6,000,000 تومان با هزینه خدماتم مثلا درآمدم بودش، حالا مثلا اگه 3-4 میلیونی هم هزینه هنرجو بشه اضافه شده بود و اینجا کلن به درآمد 10,000,000 تومان در طول ماه شاید در 2 سال، در سنه 2 سالگی مثلا کارم تونسته بودم به درآمد 10,000,000 تومان در ماه برسم. و البته این رو بگم، رو ممکنه خیلی الان که دارن فیلم رو میبینن بگن خب الان دیگه هزینه ها اینطوری نیست و درآمد از 10,000,000 تومان اصلا نمیشه، نه الان هم چون اون موقعی که من دارم به شما میگم هزینه کاش 50,000 تومان 60,000 تومان بوده و الان هم این به نسبت بیشتره. یعنی شما حالا به دوران اون موقع دارید من دارم تعریف میکنم. بعد از اون که به درآمد 10 تومان رسیده بودم، خب وقتی شما به درآمد 10,000,000 تومان در طول ماه میرسید، مثلا میشد 3,000,000 تومان، حالا 2-3 میلیون تومان هزینه مواد مصرفی و اجاره میزم و اینا و یه چیز 6-7 میلیون تومان برای خودم میموند و میتونستم مثلا از درآمدتون اگه بخوام مثلا نصفش رو هم پس انداز میکردم و 3-4 میلیون تومان پس انداز من میشد. و من واقعا تمام پس اندازامو کلن همیشه برای کارم خرج کردم و هیچ چیزی رو برای خودم اون موقع واقعا نه که مثلا میگم رفتم یه چیزی واسه خودم خریدم و اینا، چرا خرج میکردم نصفش رو، ولی واقعا نصفش رو برای دوباره آپدیت شدنم خرج کردم. میدونید همه اینا از اونجایی شروع شد که من کلاس اولم رو رفتم و دیدم که درآمدم داره بیشتر میشه بعد از این کلاس. اونجوری شده بود که خوشم اومده بود از کلاس رفتن و حس میکردم که وای من این کلاس رو برم درآمدم بیشتر میشه. وقتی به این موضوع فکر میکردم خیلی خوشحالم میکرد. بعد از این قضیه یه باز یه 7-6 ماهی گذشت، من از همون جایی که کلاس اولم رو رفته بودم به همون خبر دادن که شماها دیگه، چون حالا من مثلا همون ماهی 3 تا هنرجو رو داشتم و حالا بهشون مدرک میدادم از همون جایی اولی که رفته بودم توی دبی، به هم گفتن که شما دیگه نمیتونید مدرک بدید مگر اینکه بخواید دوباره باید آپدیت بیاید. یعنی اعتبار مدرک داشت و حالا میگفتن مثلا یه سال اینا گذشته و اینا، شما باید دوباره بیاید. و منم تازه کلاس استانبول رو رفته بودم، یعنی 6 ماه بود و یه حالت اجبار طوری داشت البته این کلاس برام، ولی خب بعدم هم نیومد. گفتم میرم دوباره و 2 تا مدرس داشت دقیقا یادمه، این کلاس رو هم دوباره ثبت نام کردم و بگم که باز از درآمدی بودش که مثلا باز بار دومم مثلا همون 16-17 میلیون تومان شد هزینه کلاسم و سفرم و اینا. و اونجا یادمه توی این سفرم دقیقا تایمش با تایم نمایشگاه بین الملل دبی 1 میشد و من خب اولین بار بود میرفتم نمایشگاه و خیلی برام جذاب بود که تمام اینایی که توی پیجاشون رو مثلا توی اینستاگرام میدیدم خیلی مثلا دوستشون داشتم، میگفتم وای تا خون کار معروفه، مثلا خیلی ذوق میکردم واقعا با دیدنشون. و اون نمایشگاه بین الملل هم خیلی توی اطلاعاتم تاثیر داشت، به حال مثلا برندا رو شناختم یا مثلا خیلی از افراد مثلا جدید و مثلا خیلی معروفی رو میدیدم توی تیکاری خودم که اتفاقا چند تا عکسش هم توی اینستاگرام من پست کردم، مثلا خانم سلین رو دیده بودم دقیقاً یادم، خیلی ذوق کرده بودم با دیدنش. و این رو هم که میشه دقیقاً آره دیگه میشه 3 کلاس خارج از کشورم، یعنی به فاصله 1.5 سال کلا من 3 تا خارج از کشور مثلا به عنوان کلاس رفتم و حتی تمام سفرهایی که رفته بودم یعنی همشون کاری شده، یعنی هیچ سفر تفریحی هم نرفته بودم، هر جا که میخواستم برم مثلا حالا هر کس دیگه ای بود شاید این تایم و این هم تایمش و هم این درآمدی که پس انداز کرده بود و برای شاید کلاس تفریحیش میذاشت.
ولی من دوباره رفتم کلاس و دمشق بین الملل رو رفتم و بعد از اون که بعد از اینکه این کلاس رو برگشتم یک مقدار سعی کردم، چون بیشتر حالا این کلاس رو به خاطر مدرک و اینا بود که چون دیگه نمیتونستم و اعتبار مدرک مدرسیم تموم شده بود، به خاطر این موضوع بیشتر رفتم. اینجا باعث شدش که من یه مقدار بیشتر بنر آموزشی بذارم و آخر چون هزینه بعدی رو برای این کار کرده بودم، سعی کردم که بیشتر کلاس بذارم، مدام بنر میذاشتم و اینطوری شد که دیگه هر دو نفر سه نفر رو با هم میذاشتم. یادم هر دو نفر اوایلش بود، مثلا کلاسشون رو در طول ماه با هم همراهی میکردم، هر دو نفر رو با هم میذاشتم که تایم کمتری ازم بگیره و درآمدم یه مقدار بیشتر بشه، یعنی دو نفر با هم دیگه باشن. اون موقع بعد از اون کلاس تالا تکنیکایی که یاد گرفته بودم، دقیقا یادم میگه هر روز می نشستم یه دونه از انگشتای خودم رو مدل می زدم، یه انگشت به عنوان کاشت ژورنالی و دیزاین و این کارا، که اگه دقت کنید حالا توی این هیته پیج من توی اون تایم تمام عکسام تک انگشتیه، چون هر واسه هم کم یه ایده در مورد یه دیزاینی داشته باشم که یه مقدار عکسم رو خاص‌تر کنه و اون رو میذاشتم. یعنی تمام کارام یه مدت تمام عکسای پیجم یک انگشتی بود. حالا تو این تایمی که من مدام تک انگشتی میذاشتم، این باعث شده بود که این دیزاینا یک مقدار برای آموزش و اینکه بیام پیشم آموزش یه مقدار بیشتر بشه، اینقدر که سعی کردم دیزاینای متفاوت تری بذارم و مدام درگیر این بودم که چه دیزاینی بذارم که جذاب تر بشه. دقیقاً یادم اون موقع و اینطوری شد که تونستم با این مدل زدنه و هر روز مدل زدنه، یعنی شما ببینید تمام تاریخ عکس هر روز پشت سر همه، هر روز یه انگوش رو دیزاین زدن، تونستم که یه پیج قشنگتری نسبت به قبل درست کنم و اینطوری تونستم که تازه شروع این که یک مقدار تعداد هنرجوام در طول ماه بیشتر بشه رو داشته باشم. وقتی تعداد هنرجوهام زیاد شد و به این مورد رسیدم، دیگه سعی کردم کاشت ترمیمامو خیلی کمتر نوبت بدم. مثلا اگه در طول هفته 5 روزش رو کار میکردم، 3 روزش رو برای آموزش گذاشته بودم و 2 روزش رو فقط مثلا کاشت و ترمیم انجام میدادم و اینا همش میگم به خاطر این بود که سعی میکردم اون هنرجویی که واقعا میاد پیش من کاملا یاد بگیره، چون خیلی روشون زمان میذاشتم و واقعا اینقدر برای هنرجوها زمان میذاشتم که دیگه زمانی برای کاشت و ترمیمام نداشتم و سعی میکنم واقعا خوب یاد بگیرن. به هر حال بین تمام کلاسایی که رفته بودم سعی میکنم سبک تدریس خودم رو داشته باشم، این که چجوری بهشون بگم، کاملا برنامه ریزی میکردم برای هر روز و هر مبحثم و اگر هم طول میکشید یا بیشتر از ساعت کلاس میشد واقعا میموندم تا هنرجوم کاملا یاد بگیره. و وقتی این هنرجوی کامل یاد میگیره و یه فردی حالا از اطرافیانش، از فامیلش، از دوستانش وقتی میبینه که اون رفته یه جای کلاس و تونسته اینقدر خوب یاد بگیره و اینقدر خوب عمل کنه و اینقدر خوب کاشت بزنه و مطمئنا اسم استادش رو میپرسه که پیش چه کسی کلاس رفته، این یکی از کارهایی بود که من همیشه بهش دقت میکردم که هنرجوم واقعا خوب یاد بگیره، یا نه اینکه فقط بخوام هزینه رو دریافت کنم. اینجوری تونستم واقعا به اینکه به هنرجو، یعنی در طول ماه از اون 3 تا 4 تا تونستم به 15 تا مثلا برسم و هر بار رو 2 تا 3 تا میذاشتم و بعد از یک تایمی تونستم حتی گروهامو 4 نفره کنم، یعنی مثلا 3 تا گروه در طول ماه کلاس میذاشتم 4 نفره و اینطوری حتی فضای جایی که کار میکردم رو هم بیشتر کردم. البته اون دورانی که میز اجاره کرده بودم رو داشتم و یه جایی که برای آموزش میخواستم برم، چون 4 تا میز نداشتم توی اون سالن، مجبور بودم که جای دیگه یا به عنوان روزانه ازشون اجاره کنم و بتونم کلاسای 4 نفرم رو بذارم.
اینطوری باعث شد که چون من اون تایما لاهیجان بودم خیلی لاهیجان رو نمیتونستم بیشتر از این داشته باشم و تصمیم گرفتم که بیام برای اون کلاسای 4 روزه‌ای که قراره اجاره کنم، یعنی 4 نفره باشه گروه ها، بیام رشت اون کلاس رو برگزار کنم. اینجوری تونستم بیام رشت و کارمو، یعنی برای آموزش شروع کردم، یعنی خودم کار خدماتمو لاهیجان انجام میدم و کار آموزشمو میومدم رشت. در طول یعنی لاهیجان و رشت بودم فکر کنم 40 دقیقه 1 ساعتی با هم فرق میکنن. پس برای آموزشم حالا میومدم رشت و اون 15 تا هنرجو 12 تا 15 تا هنرجو در طول ماه داشتم و تایمایی هم که لاهیجان بودم رو کار خدمات. چون اینا رو همه رو با جزئیات دارم میگم چون بازم خیلی ها بهم پیام میدن که من یعنی الان میخوام کار آموزش رو شروع کنم، کار خدماتمو بذارم کنار. از نه اصلا این مدلی نیستش که من بیام فردای اون روز یا بگم من از فردا دیگه میخوام آموزش بدم دیگه کار خدمات انجام نمیدم. نه اصلا این مدلی نیستش. من میگم تمام اینا رو مرحله به مرحله پیش رفتم. شاید الان که دارم به شما میگم تو سال سوم کار کردنم هست و کار خدمات رو دارم و کار آموزش رو هم دارم. حالا چیزی که تو این قسمت آموزش واقعا خیلی مهم هستش اینه که حالا جدا از اینکه هنرجوتون راضی بشه، شما باید یه سبک متفاوت داشته باشید. ببین مثلا اگر قراره من بشه یه استادی برم کلاس و حرفای همون استاد رو بیام بزنم و مطمئنن خب باز من میشم نفر دوم برای این کار، خب اگر قرار باشه این کار رو کنه و من بخوام هزینه‌مو، یعنی نصف اون باید بگیرم، تا کی من باید هزینه‌مو نصف استاد قبلی بگیرم؟ چرا من سبک آموزش خودم رو نداشته باشم؟ و اینطوریه که یعنی اینجوری نیستی از هر کلاسی که رفتم واقعا چند تا نکته ازش رو تونستم و تونستم با تمام اینا و تمام کلاسایی که رفتم و از هر کدوم چند نکته برداشتم تونستم یه ریتم آموزش درست برای خودم درست کنم و این ریتم آموزش درست رو زمان بندی کردم. مثلا تو 4 روز تو 5 روز تو ساعتاش رو زمان بندی کردم، ساعتای تمرین رو گذاشتم کنار هم و اینطوری تونستم کلاسهای 4 نفرم رو برگزار کنم. و میگم همه اینا باید برای زمان گذاشته بشه، باید کاملا باید با برنامه ریزی پیش بره. من اینطوری تونستم به درآمد 30-40 میلیون تومان در طول ماه برسم برای سال سوم کار کردنم. خب اون تایم مخصوصا اون موقع که فکر میکنم دلار شاید 8-9 هزار تومان باشه، با درآمد 30-40 میلیون تومان در طول ماه خب خیلی زیاد بودش. تونستم به این درآمد برسم و حالا تصمیم گرفته بودم که برم یه کشور جدید و جایی که خیلی از نظر ناخونی قوی هستش و رفتم کشور روسیه. اینو دیگه خودم پیگیر شده بودم که روسیه چجوری میتونم برم روسیه کلاس و به هر حال سبک روسی تازه اومده بود و همه مثلا عکسایی که میدید تو اینستاگرام که خیلی خفن بود میدید وای مال پیج مثلا مربیش مثلا مال پیج روسیه هستش، که یه مقدار پیگیر شدم با یه مترجم صحبت کردم. و بگم اینطوری مثلا من حدودا تونسته بودم تا الان که وقتی مثلا مای 40 تا مای 50 میلیون تومان درآمد داشتم، تونسته بودم توی مثلا 1 سال برای خودم پول سیف کنم. و بهتون بگم که هزینه کلاس مثلا روسیه ای که رفتم، چندین کلاس برداشتم، یه چیز حدود فکر کنم با دلار 12 تومان اگر اشتباه نکنم رفتم، با دلار 12 تومان یعنی تونستم 300 میلیون تومان هزینه بدم برای و خودم هم کامل همه اون هزینه ها رو پرداخت کنم با تمام این کارهایی که تا الان کرده بودم، این تمام روزایی که صبح تا شب واقعا زحمت کشیده بودم و حتی خیلی اوقات جمعه ها هم من سر کلاس بودم چون نمیتونستم هم تایم کاشت و ترمیمم رو هندل کنم و هم مثلا تایم آموزشم رو. اینطوری بعد از اون رفتم کلاس روسیه و بعد از رو کلاس روسیه واقعا یه تحول زیادی توی کارم شد. به هر حال خب سبک روسی خیلی با سبک آمریکایی متفاوته توی کاشت ناخن و تونسته بودم یه سبک جدید از کاش رو یاد بگیرم. حدودا فکر کنم 20 روز داره اگه اشتباه نکنم،
روسیه بودم، چند تا کلاس برداشتم، کلاسای طراحی برداشته بودم، هم کلاسای کاشت برداشته بودم، چون من یه تایمی شده بود که کلاس طراحی هم آموزش میدادم، البته الان دیگه ندارم، یعنی اینقدر تخصصم توی کاشت و هنرجوهای کاشتم اوکی شده که نمیتونم واقعا به کلاس طراحی برسم. اینطوری شد که تونستم کلاس روسیه رو برم و برگردم و اینطوری درآمد من مثلا اگر 40 50 میلیون تومان شده بود، تونسته بودم به جای مثلا 4 تا کلاس، 4 تا گروه 4 نفره، حالا 4 تا گروه 8 نفره برگزار کنم و اینکه بتونم کلاس 8 نفره برگزار کنم و نبود اون موقع سالونی که بتونم پیدا کنم و کلاسامو از تعداد 4 نفر بیشتر کنم و روزاش افزایش بدم و بتونم با هم دیگه داشته باشم، چون دیگه ثبت نامیای من اونقدری شده بود که بتونم 8 نفر رو با هم هندل کنم. شاید اون موقع اوایل حتی 2 نفر هندل کردنش هم برام سخت بود، چون اصولا یه هنرجو داشتم و دیگه هنرجویی نبود که بخوام باهاش هماهنگ کنم و کلاس رو 2 نفره کنم. اینطوری شد که من تونستم یه اتاق اجاره کنم، یعنی تو سال 3 خورد داره دیگه، نزدیک 4 سال اتاق گرفتم، بعد از 3 سال داره اتاق گرفتم و خودم میزش رو چیدم و خودم وسیله هاش رو گرفتم و تونستم یه جوری هندل کنم که بشه تا 8 نفر کلاس گذاشت. اینطوری بعد از گروه های 4 نفرامو که به 8 نفره تبدیل کردم، درآمدم یه چیز حدود به 100 تومن 110 میلیون تومن واقعا رسید، چون دیگه 2 برابر شده بود کاملا کارم و اینطوری شد. یعنی میبینید همش مرحله به مرحله است، من یک شبه به یه درآمد زیاد واقعا نرسیدم و برای دونه دونه زحمت کشیدم، زمان گذاشتم، پول سیف کردم، همه اینا بود، نه کسی به من کمک مالی کرد، نه هیچ چیز دیگه ای، نه واقعا مثلا بگم خیلی پول داشتم و این کار رو شروع کردم، نه اصلا، یا مثلا یه اومدم هزینه سرمایهی گذاشتم، نه، همش رو خودم کم کم تونستم واقعا اوکی کنم. و الان بعد از این قضیه که درآمدم به 100 خورده ای رسید، همینطور ببینید اینا دیگه از اونجا به بعدش کلاس های آنلاین زیادی رفتم، یکی 2 سالی به همین روال، یعنی با ماهی 100 خورده ای درآمد پیش رفتم و بعد از اون یک کلاسی رو دیدم به اسم مدرسی ارشد و نمایندگی گرفتم. توی این قسمت چطوری بود که شما میتونستی نمایندگی یه محصولات رو بگیری، یعنی بتونی هم از محصولاتش فروش داشته باشم اینطوری، یعنی منی که خیلی خوب چیز جزایی بود، منی که اوایل کارم میومدم میلی خرید میکردم، گرمی حتی پودرم رو میخریدم، حالا میخواستم فروش محصولات رو هم مثلا داشته باشم در کنار آموزشام و بتونم نمایندگی یک محصول رو بگیرم. اینو بگم واقعا بعد از، حالا قبل اینکه بخوام در مورد برند آخری که باش کار کردم توضیح بدم و حالا نمایندگی گرفتنم، خیلی کار سختی بودش، یعنی شاید واقعا بر شما تا الان یه نیم ساعت ویدیو باشه و دیدن باشه، ولی برای من خیلی بیشتر از حالا اینا، حالا خیلی بخوام من وارد جزئیات بشم باید بشم روزها صحبت کنم در موردش و واقعا میگم سختی های خودش رو داشت. و حالا اینو این وسط یادم رفت بهتون بگم که من بعد از اینکه حالا رشت، یعنی لاهیجان و رشت بودم، حدودا یک بار در ماه میومدم تهران و این برای حالا کسایی که تهران بودن و حالا کسایی که دورتر بودن و دوست داشتن که راست منو ثبت نام کنن اوکی تر بود مسیری که نخون حالا بیان تا رشت. و در ماه میگم یک بارش رو میومدم تهران و خب واقعا کار سختی بود که شما بخوای از شهرستان بیای تهران بمونی، 4 روز اقامت داشته باشی برگردی. میگم بخوام واقعا وارد کامل جزئیات و سختیاش بشم باید بشیدم روزها در موردش صحبت کنم. بعد از همه اینا که نمایندگیمو گرفتم، یعنی خرید محصولات زیاد داشتم و تونستم حالا به اندازه توی فروشگاه خرید محصولات کنم، نمایندگی کامل بگیرم و
بتونم تدریسم رو مدارکش رو عوض کردم چون من کلاس مدرسی برگزار کنم و بتونم با حق امضای خودشون هنرجوهام مدرک بدن. خب اینا همش تاثیرگذار بود و هزینه‌ای که قراره خب برای مدرسی گرفته بشه با هزینه‌ای که قراره مثلا برای کلاس عادی گرفته بشه، هزینه‌های متفاوت و کلاس‌های متفاوت بذارم. یعنی اگر تا قبلش من یک نوع کلاس با یک مبلغ داشتم، حالا چند نوع کلاس دارم که به حال هر کدومشو هنرجوهایی که بهش علاقه داشته باشن بیشتره و وقتی شما کلاس مدرسی و آپدیت میذاری اینطوری دیگه بیشتر از اینکه هنرجوی مبتدی داشته باشی بیشتر همکارا و ناخونکارا میان پیشت. و این خودش واقعا به جایی رسیده بود که حالا من تونسته بودم مثلا در طول ماه 40-50 تا هنرجو داشته باشم و 40-50 تا هنرجو یعنی مبلغ 200 میلیون تومان در طول ماه. و همه اینا میدونید کم کم پیش رفت و حالا تایم تابستون که میشه، تابستون اصولا بیشتر این تایمه برای هنرجو، برای اینکه خب خیلی ها مدرسهشون یا دانشگاهشون تموم میشه و این رو مثلا دوست دارن که تابستون یه تایم متعادل تری مثلا برای کلاس رفتنه. و واقعا تونسته بودم که من در طول ماه مثلا با 100 تا هنرجو در ماه به مبلغ 500 میلیون 600 میلیون تومان در طول ماه هم برسم. یعنی 600 میلیون هم داشتم من میانگین بین مثلا اگر نوشتم بین 300 تا 500 میلیون تومان. ببینید الان دقیقا 8 ساله که من کار میکنم و سعی کردم همه رو تیکه تیکه بهتون توضیح بدم که از کجا شروع کردم و چجوری تونستم همه اینها رو خودم هندلش کنم و همش با پول خودم بوده، واقعا هیچ کسی به من پولی نداده. تونستم خدا رو شکر زندگی اوکی برای خودم درست کنم، هم یه درآمد اوکی، هم خونه‌ای که دلم میخواد، ماشینی که دلم میخواد، هر چیزی که هر فردی دوستش داره واقعا. و خواستم واقعا این رو تو این ویدیو بهتون بگم که میشه، یعنی اینقدر در مورد فکر نکنید که وای نمیشه من حتما باید یه سرمایه‌ای داشته باشم، اصلا اینجوری نیست. ببینید من با تمام جزئیات بهتون حدودا توضیح دادم که چجوری تونستم به این درآمد برسم، پس شما هم واقعا میتونید و تمام تلاشتون رو بکنید، واقعا تلاش کنید، میشه. شاید یه سری جاهایی منم خسته شدم و واقعا دیگه دیدم نمیشه. من همون کلاس اولم رو که 10 جلسه بود 5 جلسه‌اش رو رفتم و خسته شدم و گفتم دیگه نمیام از فردا و نمیتونم. ولی خوشحالم که واقعا به اینجا رسیدم و امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کنه و واقعا یه انگیزه‌ای بشه که شما هم مثل من به اون چیزی که دلتون میخواد برسید. خیلی دوستتون دارم.